بینندگان عزیز به گزارشی از اعتراضات در شهرهای مختلف میهنمان توجه فرمایید. راهپیمایی و تجمع کارگران تهران و اهواز به مناسبت روز جهانی کارگر، اعتصاب مغازه‌داران لاله‌زار تهران برای دومین بار، اعتراض به گرانی بنزین در اصفهان، قم و زنجان، تجمع معلمان بازنشسته و دستفروشان شهر کرد، اعتراض دانشجویان و کشاورزان در اصفهان، اعدام 3 زندانی در مشهد. ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت جمعی از فعالان سندیکای شرکت واحد، فلزکاران و اتحادیه آزاد کارگران که حدود 200 نفر می شدند، با وجود انواع تهدیدها و محدودیت‌های نیروهای سرکوبگر، خود را به مقابل وزارت کار رژیم در تهران رساندند و تجمع خود را برگزار کردند. راهپیمایی و تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر علی‌رغم ممنوعیت برگزاری هر گونه تجمع در حمایت از کارگران در تهران منجر به درگیری با نیروهای سرکوبگر شد و تعدادی از کارگران دستگیر و به منطقه نامعلومی منتقل شدند. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با برگزاری تجمع به فرمایشی بودن مراسم آخوند روحانی به مناسبت همین روز اعتراض کردند. در اهواز بیش از 500 تن از کارگران معترض کارخانه لوله‌سازی اهواز به منظور تجمع در مقابل استانداری رژیم به سمت پل نادری راهپیمایی کردند. در ساوه کارگران کارخانه کاغذسازی کاوه و کارگران کارخانه شیرنی‌سازی مینو در زنجان در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. این تجمع با وجود تهدیدها و محدودیت‌های رژیم آخوندی شکل گرفت. مغازه‌داران بازار لاله‌زار تهران برای دومین بار طی یک هفته در اعتراض به افزایش مالیات توسط رژیم غارتگر آخوندی اعتصاب کردند. رژیم ضد کارگری آخوندی 2 تن از مدافعان حقوق کارگران را بازداشت کرد. این 2 تن که جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی نام داشتند، شب پنجشنبه توسط ماموران اطلاعاتی رژیم در خانه خود بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. جعفر عظیم‌زاده به تجمع کارگری فراخوان داده بود. از این 2 هموطن کرد اطلاعی در دست نیست. صدها تن از معلمان بازنشسته شهر کرد روز چهارشنبه 10 اردیبهشت در مقابل آموزش و پرورش ناحیه 2 رژیم در میدان چهارمحال تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود دست به تجمع زدند. مأموران سرکوبگر به معلمان حمله کرده و 15 تن از آنها را بازداشت و با خود بردند. عده‌ای از دستفروشان محروم بازار شهر کرد عصر روز چهارشنبه 10 اردیبهشت در مقابل امامزادگان 2 معصوم این شهر تجمع کردند و به برخورد سرکوبگرانه مأموران سرکوبگر انتظامی با آنان اعتراض کردند. صبح روز چهارشنبه عده‌ای از مأموران انتظامی رژیم با یورش وحشیانه به دستفروشان بازار شهر کرد وسایل آنها را از بین بردند. به دلیل گرانی بنزین اعتصاب آژانس‌های تاکسی تلفنی در زنجان روز چهارشنبه 10 اردیبهشت برای 4 روز متوالی ادامه داشت. مردم قم و اصفهان نیز از رفتن به پمپ بنزین‌های شهر خودداری کردند. کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود در مقابل شهرداری رژیم در منطقه امانیه اهواز تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه فنی مهاجر اصفهان روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت در اعتراض به بیکفایتی مدیر دانشگاه و کیفیت پایین غذا تجمع کردند و از خوردن غذا امتناع ورزیدند. کشاورزان معترض در زرین شهر اصفهان
روز چهارشنبه دهم اردیبهشت در میدان اصلی این شهر تجمع کردند و به آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه ذوب آهن و صنایع فولاد اعتراض کردند. رژیم ضد بشری آخوندی طی دو روز گذشته 3 زندانی جوان را در مشهد به دار آویخت. هویت اعدام شدگان اعلام نشده است.